داستان فیلم برنده ها در واقع داستان پسر 9 ساله ای هستش که عاشق سینماست، که در واقع این عشق سینما منجر به بیداری هنرمندی میشه که در این فیلم ایفای نقش میکنه. با توجه به اینکه زندگی سختی داره، در واقع عشق واقعی خودش که عشق به سینما هست رو فراموش کرده. بخش اصلی این داستان الهام گرفته شده از زندگی شخصی خود من هستش. در واقع این فیلم به بیننده امکان اینو میده که جرأت کنیم، رویاهای بزرگ داشته باشیم و اینکه امید داشته باشیم. مهم نیست که زندگی چقدر سختی درش باشه، با ایمان میتونیم در واقع کاری بکنیم که رویاهای بزرگ اتفاق بیفته. در واقع ایده فیلم برنده ها از اونجایی شکل گرفتش که من میخواستم در واقع داستانی رو به تصویر بکشم که نحوه بزرگ شدنم رو نشون بده. در واقع اون محلی که بزرگ شدم، طریقه‌ای که بزرگ شدم رو میخواستم در واقع به مخاطبین نشون بدم، فرهنگ خودم رو میخواستم به مخاطبین نشون بدم، مردم ساده‌ای که در کنار من زندگی میکردن و همچنین صدای سرزمینم رو میخواستم در واقع در این فیلم به تصویر بکشم. خیلی برای یک فیلمساز جالب هستش که اون ایده کودکانه خودش رو بتونه در واقع با مخاطبان در واقع تجربه کنه در قالب یک فیلم. مسئله دیگه اصلی من بحث لوکیشن هستش که در واقع لوکیشن در فیلم من بسیار مهم بود. لوکیشن یک شخصیت بدون دیالوگ هستش که همه جا وجود داره. رد پای این قضیه رو در واقع در کل داستان میتونیم حس کنیم که یک بحث خیلی مهمی هستش، بحث لوکیشن. در تمام عکس ها و تصویر ها این مشاهده میشه، از اول تا آخر فیلم این در واقع به همین شکل به تصویر کشیده میشه. بخش قابل تأمل دیگه این بود که من خیلی مصر بودم از بازیگران در واقع نابازیگر استفاده بشه که در واقع تجربه اولشون هستش، چون این قضیه خیلی برای من مهم بودش که بتونم اون در واقع طبیعت کودکانه خودم رو با استفاده از بازیگران نابازیگر به مخاطب برسونم. مسلماً احساس خوشحالی میکنم، آرزوی هر فیلمسازی هستش که به این مرحله برسه و در واقع فیلمش نماینده در واقع یک کشوری باشه که در اسکار در واقع شرکت میکنه. مسئله خیلی مهم برای من این هستش که با توجه به اینکه من بخش عظیمی از زندگی خودم رو در واقع در بریتانیا به سر بردم، تونستم یک فیلم ایرانی با فرهنگ ایرانی رو در واقع به عنوان نماینده یک کشوری که در اون در واقع زندگی میکنم رو به سینما عرضه کنم. با توجه به اینکه فیلم برنده ها به عنوان فیلم برتر کشور بریتانیا به اسکار معرفی شده، در واقع تولد اصلی این فیلم در بریتانیا صورت گرفت. طرح و فیلمنامه در واقع ارائه داده شد به شرکت فیلمسازی در بریتانیا، از طرح و فیلمنامه استقبال کردن، قرار بر این شد که فیلم در ایران فیلم برداری بشه با اصرار شخص خود من که در واقع لوکیشن بخش اصلی کار من بود و اینکه در واقع با همکاری تهیه کننده ایرانی جناب آقای محسن مسافرچی فیلم برداری این کار در ایران کاملا انجام شد. مراحل پس تولید در کشور بریتانیا کاملا انجام شد. عوامل اصلی فیلم تماما در بریتانیا زندگی میکنن و اینکه برای شخص من خیلی مهم بود که یک فیلمی رو بسازم که در واقع دارای فرهنگ ایرانی باشه و با توجه به اینکه من بخش عظیمی از زندگی خودم رو در بریتانیا به سر بردم، میخواستم در واقع نگاهش از یک نگاه در واقع اروپایی باشه، یعنی در واقع جهت لنز من از دید یک مخاطب اروپایی باشه.